هر وقت سوبشون میخوندم اون تو ذهنم میومد، ولی دلم نمیخواست مثل زری قصه منفعل باشم. الو، سلام، کجا؟ بابا سوارشو بگیرن، دمار تو درد میاد. برشته راحت اومدی؟ بابا میدونی کیو دیدم؟ یه لحظه صبر کن، خیلی دیگه کار داره؟ تمومه دیگه. فرشته بابا جونم، بابا حساب کنم بری. محسن شبلتو ببر بیرون، دو چکارش تمومه. منوچهر فرشته اینا رو بگیر. سوارشو بگیرن، دمار تو در میارن. مرسی. سلامی هست؟ آره. عضو کدوم گروه؟ گروه مروح چیه؟ اینا اعلامیه های خمینیه. تو اعلامیه ما؟ مگه چمه؟ نمیدونم، یه نگاه به خودت بنداز. فکر نکن چون نجات هم دادی میتونی تیکه بندازی. یا بده من اعلامیه رو. نمیدم. باری که حالا دلش رو راحت داری؟ اینا با کسی شوخی ندارن. مواظب خودت باش. بی خودی ازش خوشم اومده بود، اصلا نمیدونستم چرا. دختر کجایی؟ یعنی فکر میکنین منو نشناخت؟ بابا تو هنوز مرد رو نشناختی. خداحافظ. با تعریفایی که منوچهر کرد ظاهرا ایشون باید فرشته خانم باشن. سلام. سلام عروس گلم. خواهش میکنم خانم یکم مراعات کنی. فرشته جون برو تو اتاقت. ببخشید فرشته هنوز بچه است؟ 16 سالش هم هنوز تمام نشده. بله خانم، من 16 سالم بود منوچهر رو داشتم. من تو 20 سالگی ازدواج کردم، حالا دخترم توش موزه سالی که شوهرش بدن، مردم به من نمیخوندن. گرامی انگشت روی دستم شبیه هم نیستم. این دختر تو سن شهر و شور اگه فردا جذب یکی از این گروه خواه بشه سرشو به باد میده. نه ترس، اون عاقل تر از من و توه. مگه نمیفهمید که عاقل تر از من و توه؟ از چرا نظر خودشو نپرسید؟
آقا جون من به شاگرد مکانیک دختر بده نیستم. حرف حساب مادر چیه؟ میگه من بچه‌م. اونی که راست گفت. پس چرا شما مامانتون یه سال دست از سر بچه مردم ور نمیداری؟ بس این که بچه دلم برده. بابام به چی گفت؟ گفت واتساپ کنی. هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. بریم دیگه، کلاسم دیر میشه. علی‌رغم مخالفت‌های مامان، یه سال بعد با پشتیبانی بابا و پافشاری منوچهر تو شهریور 59 ازدواج کردیم. منوچهر که از قبل همه وسایل زندگیمونو تهیه کرده بود، راضی نشد سوزنی از جهیزیمو با خودم بیارم. روز بعد از عروسیمون راهی ماه عسل شدیم. چقدر خوب شد با موتور اومدی ما. چی میگی؟ خواهی پیاده شی؟ از اونجا کجا میخوای بری؟ عقب نرفتی. خدای من چه جای قشنگی. منوچهر از هیچی نمی ترسید. شب هر جا می رسیدیم چادر می زد. شاید فکر می کرد منم همین طوریم، ولی اگه اون نبود من زهرم می رفت. میگم من تا حالا غذای کنسروی نخوردم، چه مزه‌ای میده؟ بخور امتحان کن. راستی اینجا حیوان وحشی هم داره؟ غیر ما دوتا. مسخره بازی در نیار، جدی میگم. اینجا از خونمونم امتره، بگی بخواب. پاشو، بهت میگم پاشو. اگه پانشی تا شماره سه میشمارم، بعد این آبو اینجوری میریزم. تو که ریختی نامر. آخ مچه پا، مچه پا. چی شد؟ وای منوچهر اینجا رو ببین. بریم. من شنا بلد نیستم. تا غرق نشی یاد نمیگیری. به این زودی ازم بریدی؟ اون تنابو با کن. حالا میتونستم برای همیشه پیش اون باشم. اون مرد رویاهام بود،
همونی که همیشه آرزوشو داشتم. چرا داری کفشتو در میاری؟ میخوام شنا کنم. اینجا؟ وسط دریا؟ دوست داری تو هم بیا. منوچهر من میترسم، اصلا بیا برگرد. با قایق برگرد، من شنا کنم خودم میام. من بدون تو هیچ جا نمیام، حتی بهش. پس ورودیه بهش میبینم. تو سوار دو چرخه. خب پا بزن. دستاتو زدری حرکت بده جلو. آها. آروم. باریکلا. باریکی. رو من حساب نکن. پا بزن تنبه. پا بزن. آفرین. آفری. میگم عمق اینجا چقدره؟ تو که شنا بلدی دیگه چه فرقی میکنه؟ فکر کردم غرق شدی. یا غرق شدم؟ اینجا ورودی بهشته. چه دستشوی طولانی. دو دقیقه شد دختر، بی‌حوصله شدی یا؟ حالا بعد حتما فردا برگردی. حالا که اینجایی سفارش غذا دادی؟ داداش الان یاده نکنه بارون بیاد. میرزا قاسمی زیر بارون خوردی؟ نه. با سیر ترشی هم بخور دیگه عالی. با اینم منوچهر دهنت بو میگیره. اینی که داری میخوری کلی سیر داره توش. راستی راستی داره بارون میادا. کیف کن. منوچهر در لحظه زندگی میکرد، چیزی که اصلا من بلد نبودم. پاشو تنبل خانوم، از فردا منو باید بفرستی سر کار، کلی کار انجام بدی. پاشو. وای منوچهر، حالا که جوانی اینقدر غر میزنی، وای به وقتی که پیر بشی. پاشو صابونه بخور را بیافتی. پاشو. نازن از ماشین سر در میارم. بهترین مکانیک تهرانه. بزن حالا. از اینکه داشتیم برمیگشتیم حس خوبی نداشتم. میخواستم بهش بگم بیا مثل مکانیکای سیار تو جاده ها زندگی کن. تو مرخصی هم پول نمیگیره.
ایراد کاربراتورش فعلا راش انداختن رسیدی مکانیکی نشونش. ویلای ما تا اینجا حدودا یه ساعت راه. خواهش میکنم تشریف بیارین در خدمتتون باشه. قول میدیم بهتون بد نگذره. پیشنهاد خوبیه. قربون شما. ما دیگه آخه داریم خیلی عسلی میشیم. بعد برگردیم سر کار و زندگیمون. کدوم کار و زندگی آقا؟ جنگ همیس رو به هم ریخته. جنگ؟ در این اطلاعی آمده است اکنون که میهن اسلامی من از طرف بیگانگان و سرسپردگان امپریالیسم مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته، به استناد ماده 14 قانون خدمت وظیفه عمومی، کلیه افسران، درجه داران و سربازان منقضی خدمت سال 1356 برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران میبایست تا تاریخ 10 هفته 1359 خود را به محل پذیرش نیروهای مسلح معرفی نمایند. بدیهیست با کسانی که خود را به موقع معرفی ننمایند برابر مقررات قانونی رفتار خواهند شد. منو چه؟ منقضی یعنی چی؟ کسایی که خدمت سربازشون تموم شده. تو منقضی چه سالی؟ 56. دوری از منوچهر برام غیر قابل تحمل بود، ولی چاره ای نبود. اون مجبور بود بره. اگه اون نه اون باید سلامت برگرده. خدا خودش میدونه من بدون منوچهر نمیتونم زندگی کنم. بریم بابا. یه روزه گذاشتن تو کاسش. منو چه رفت؟ 8 صبح رسیده کرمانشاه دخترم. خوب خوابیدی؟ باید برم. الان زنگ میزنه خونه، اگه من نباشم نگران میشه. داری از حال میری؟ عزیزم، حالا از هر موقعی بیشتر باید مواظب خودت باشی. الان منوچهر زنگ میزنه. نگران نباش دخترم، منوچهر یه ساعت پیش زنگ زد، سلام رسوند. از اینکه فهمید داره پدر میشه کلی خوشحال شد، گفت در اولین فرصت با تماس میگیره. داری مادر میشی عزیزم، یکم بیشتر باید مراقب خودت باشی. کردم الان میاد. مرسی، خوبم. شما چطورین؟ سلام، خوبم. تو چطوری؟ کجایی؟ هنوز هیچی نشده سراغ این نکبتی رو میگیری؟ دروغ نگو دیگه، نمیخوام باید حرف بزنم. خدا الو. سلام آقا منوچهر. چیزی نیست، صدا تو چنین دلتنگت شد. نگران نباش، ما تنهاش نمیذاریم. سلام. کجا؟ سر خونه زندگی. سلام. علیکم سلام خانم. کجا؟ خونه. برات کله پاچه گرفتم. میل ندارم. فرشته جون، یکم بیشتر فکر کن.
تو حالا تنها نیستی، دو نفری ها. آخه تنهایی برای چی میخوای بری تو مخونه با این حاله؟ آخرش که چی؟ باید به این وضعیت عادت کنم. اگه اومدی خونه نبودم نگران نشو. میخوام برم مدرسه. خدافظ. فرشته، از موقعی که شوهر کردی ما رو نمیشناسی که عقربی، هی نیش میزنی تو هم که هیچ وقت کم نمیاری. روزی شوهر داری چطوره؟ خوبه. جدی؟ زنده داش. سلام. سلام، چیزی شده؟ نه، مامانم گفتیم دنبالتون بریم خونه ما. سلام برسونیم، بگین آخر هفته خودم میام. مرسی. واسه ما خوبیت نداره زنده داشمون تنها زندگی کنه. بفرمید آقا بیروز. خواهرم مشکلی پیش اومده؟ خیر آقا. زنداداشم. زنداداشته؟ محرمت که نیست؟ یه بار دنبال زندگی. سلام. چه سلامی؟ چه علیکی؟ یه هفته نشده شوهر بالا سرت نیست. یاغی شدی؟ خدایی کم یواشتر، همسایه‌ها میشنون. میشنون؟ بذار همه بشنون. بفهمن تو کی هستی. این لاتا کیان جلو برادر شوهرت شاخشون کردی؟ یه بار برای همیشه دارم بهت میگم. تو خونه من و پسرم لوس بازی نداری. تا موقعی هم که شوهرت برگرده اختیارت با منه. برو وسایلتو جمع کن. احترامتون به جای خود. ولی نه خونه شما میام نه خونه بابا. میخواستم خونه خودم باشم تا با دلتنگیام سوهان روح بقیه نشم. نمیخواستم مثل بچه ها با من رفتار کنن. فکر میکردم منوچهر اینطوری بیشتر دوست داره. زنی که از خود راضی هرچی لایق خودش بود نثار ما کرد با اون پسر توفرش. ماما، اون پسر شوهر منه ها. ای بی معرفت، به همین زودی ما رو پس دادی؟ خب دوستش دارم. حیف تو نیست با این زندگی؟ این همه من برای تو جایزیه خریدم، چرا نمیاری استفاده کنی؟ قربونت برم ماما، به خدا من از زندگیم رو. مسموم شدی؟ یه دفتر کارت دارم. ازدواج کردی؟ مبارکت. ولی برای ادامه تحصیل مجبوری توی دبیرستان شبانه ثبت نام کنی یا آخر سال متفرق امتحان بدی. متاسفم، کاری نمیتونم برات انجام بدم. از اینکه از مدرسه بیرونم کرده بودن خوشحال نبودم. از این خوشحال بودم که از این دوگانگی شخصیت رها شده بودم، چیزی که از اول زندگیم بهش عادت نداشتم. گلیه گل، گلای خوشبو دارم، گلای روز بدم. آقا گل بدم. آقا بقیه پولتو نمیخواد. تقدیم به شما خانم. خانم خانم گل بدم. چقدر میشه؟ دستوی ده. بقیهش مال خودت. بله؟ بله بله الان میام. بله سلام. خانم مالکی؟ بله.
نامه داره. مرسی حاجی خانم، امضا یادت رفت. حاجی خانم، حاجی خانم سلام. سلام. منوچهر تلگراف زده، به همه سلام رسونده. دستشون درد نکنه، این همه زحمت بکش بچه بزرگ کن، در قصیه زر محبت. سلام. به علت بارش شدید برف تمامی راه‌های ارتباطی محور ما مسدود شده. به گفته محلی ها به احتمال زیاد این راه بندان تا بهارم ادامه دارد. من خوبم، از قول من به همگی سلام برسان. منوچهر. در حالی که دغدغه همه مردم احتیاجات اولیه زندگیشون بود، بابام و خانواده منوچهر نمیذاشتن من متوجه این سختی ها بشم. همه قصه من دوری از منوچهر بود و تنها دلخوشیم تلگراف های ماهانش که اونا رو بارها و بارها و بارها میخوندم. شب عیدی خونه تنهانم، یا بیا پیش ما یا برو پیش مادر. مرسی مادر جون، اینجا راحت ترم. بچه من نمیدونم به چی رفته اینقدر لجبازه. مامان خب میخوام منوچهر که میاد من خونه باشم. اگه منوچهر میخواست بیاد من حتما خوابشو میدیدم. خداحافظ. اگه نظرت عوض شد زنگ بزن بگم بابات بیاد دنبالت. چشم، میاد ایشالله. مرسی. خداحافظ. میخوای بمونم پیشه؟ نه عزیزم، خدا به سلامت. پیشا پیش فرارسیدن سال 1360 هجری شمسی را به ملت شریف ایران بلخص رئیس جمهور محترم بنی صدر تبریک میگویم. با سلام و تبریک سال نو خدمت حضرت امام، پدر و مادرم و به ویژه همسر عزیزم. امیدوارم موقع پخش این گزارش پای تلویزیون باشید. علیه جان، میدونم بی حوصله ای، منم خیلی دوست داشتم اولین سال تحویل زندگی مشترکمونو با هم کنار سفره هفت سین. باشو عزیزم، باشو و به اتفاق سایر هموطنامون با پهن کردن سفره های هفت‌سینتون چشم دشمن رو کور کنیم و اجازه ندیم این سنت های قشنگمون رو ازمون دور کنیم. بقلا نکن، بو گندم خفت میکن. بسا ببوسمت. نایم تو چند وقت هموم نرفتی؟ بعد از تلگرافی که بهت زدم. واقعا؟ سه ماه؟ با اولین وقت جاده ها بسته شد، شانس آوردیم، آزوغه زنستون هم آورده بودم. خدا شد که تموم شد.
حرفایی که دوست داشتم از زبانش بشنوم و برام نوشته بود. خوشحال بودم از اینکه این نامه ها به دستم نرسیده، چون باعث میشد بیشتر دلتنگش بشم. سال تحویل شد؟ آره قربونه چشه خستت برم. سال نوت مبارک. تلفن داره زنگ میخوره. بخوره تا که پیشم. نگران میشن. بهشون گفتم وقتی تو بیه تا یه هفته نه تلفن جواب میدم نه زنگ دارم. تکونم میخوره؟ دستو بذار. تکون خورد. تکون خورد. زود بچه دار شدیم. من آمادگیشو ندارم. نگران نباش. مادر خوبی میشی. میرم غذاتو گرم کنم. پاشو تنبل. نا چیه؟ لباس. چرا فکر کردی من اینا رو میپوشم؟ عزیزم نمیپوشم و نمیخورم و نمیام. تو زندگی مشترک ما وجود نداره. یه زوج خوب باید به سلایق همدیگه توجه کنن. من دوست دارم شوهرم با لباسه اسپورت و اتکلونای خوشبو کنارم را بره، البته بدون توجه به هیچ خانم دیگه ای. و اگه خدای نکرده چشای ناپاک یه خانم دیگه بهت بیفته، خودم بپوش بیمزه. من میرم حاضرشم بریم یه جایی. کجا؟ نمیگم تا سورپرایز چی. چطوره؟ خیلی بهت میاد. به همم نمیومد به خاطر تو میپوشیدم، چون میدونم خوشت میاد. خودت میباری خودت میدازی. بفهمید. هدیه عروسی مونه از طرف بابا. قرار بود بعد از ماه عسل بهمون بدن که تو رفتی جبهه. دیگه لازم نیست شاگردی کنی. نمیتونم قبول کنم. چرا؟ باید برگردم. تو که گفتی خدمتم تموم شده. اجباری به رفتن ندارم، اما یه حسی بهم میگه باید برگردم. تو حست جایی بر من بچت نیست؟ تلویزیون رو کم کن، بچه داره میخواد. سوار بر موتورسیکلت، پیاده، تانک از همه وسایل استفاده میکنن تا بتوانن نیروهای متجاوز بسیار از خاک پاک شهیدان. خیلی بیتاب رفتن بود. دلم هیچ جور راضی نمیشد، اما بالاخره نتونستم جلوی شور و اشتیاقش دووم بیارم. اگه اونجا آرومت میکنه برو، من مانعت نمیشم. حرف دلته. چه فرقی میکنه؟
فرشته، میدونی پیش تو بودن بزرگترین آرزومه، ولی خودت بگو دیگه. خب چیزی بشنوه. عملیات بوده که پدر سگ دوباره تهران رو بمبارون کرد. توجه فرمایید. شنوندگان عزیز. توجه فرمایید. خونخوار. شهر خونی. آزاد شد. اینان فاتحان خرمشهر هستند. شهادتت مبارک برادر. اشهد ان لا اله الا الله. فرشته جون انگار خودخوری میکنی. من چه جاش امنه، اون جزو نیروی پشتیبانیه، به این جلوه کاری نداره. پیروزیت مبارک برادر، که خرمشهر را فتح کردی. این بچه چشه؟ یکی نیستی رو ساکتش کنه؟ الو؟ با فریبا کنه دارم. زنت بخشید، من چی؟ که نصف شب از خواب ناز بیدارم کردی که شوندی بیمارستان. پرسنل بیمارستان چی؟ آخه کدوم عاقل مردی بعد از عمل جراحی با 30 بخیه همیشه راه میفته از بیمارستان میره بیرون؟ براش آرام بخش تجویز کردم، هر 12 ساعت یه دونه تزریق میکنی، وای میسی تا خوابش ببره. چشم آقای دکتر. ببین، بهت قول میدم تمام دارو نرسیده به رگت خوابت برده. میخوام ببینم چطوری فرار میکنی. جدی که نمیگه آقای دکتر. جدیه جدیه. آقای دکتر، من خودم بهتون قول میدم تا هر وقت شما بگی نذارم پاشه رو تخت بذاره زمین. روبا میگن شاهدت که میگه دنبم. خانمی به خاطر شما الان اینجا خوابیده. خب من که اینجا باشم دیگه هیچ بهونه‌ای برای فرار نداری. شما اینجایی، دومی خو نیستش. میگن دکتران محرمن، چرا لو داد؟ پس دومی لو رفت. میکشم. چیزی چو؟ داشت میشد. خدا رحم کرد. سلام. حالا چطوره؟ سلام. حالتون خوبه؟ سلام. سلام. خوش آمدید.
تا ده 15 روز دیگه میام با میتخواد. خداحافظ. چی؟ تا ده 15 روز دیگه بر میگردی؟ فکر کردی اگه فرشتم بذاره من نمیذارم برگردی. شما سهم جبهت رو رفتی، دیگه باید بالا سر زن بچت باشی. نه؟ هرچند نباید جلوی خانواده زنت این حرفو بزنم، اما پسر خوب، تو 2 سال با این دختر ازدواج کردی، 5 ماه کنارش نبودی. این رسم زنداریه. پدر جون، از فردا منوچهر هر جا که رفت من و علی همراهش میریم. شوهرمه، باید کنارش باشم. اومدیم ابرو رو برداریم زدیم چشش هم کور کردیم. یعنی ما از این به بعد باید دلنگران 3 نفر باشیم. آره، کجا میخوای بری با بچه نوپا زیر توپ خمپاره؟ خب مامان جون اینجا رو هم بمباران میکنن. منشر خان که فعلا خودش گیره، جایی هم نمیتونه بره. ببخشیدا، من هندونه میبینم دست پا گم میکنم. بفرمایید تو خدا. بفرمایید نوشه جان. هنوز زخماش کاملا خوب نشده بود که راهی جبهه شد و با گرفتن خونه تو دسفول، علی‌رغم مخالفت‌های خانواده هامون، من و علی هم رفتیم پیشش. دیگه حاضر نبودم ازش دور باشم. بفرما. آقا دست شما دردن. زنده باشی. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خیلی پیش. بچه‌ها دست همگی درد نکنه، شرمنده. منو شما تو دست به هیچی نزن. فقط به فکر آماده کردن نهار باش. چه خوب شد که شما اومدین. داشتم اینجا از تنهایی دق میکردم. خیلی ممنون، چرا زحمت کشیدین. خواهش میکنم، بفرمایید. آقای حسینیه، با داداشمه. عینکیه فکر کنم آقای حسینی باشه. رو چه حساب میگین؟ آخه اون یکی آقا خیلی شبیه شما. چشاشون، لب دهنشون. چه با دقت. اون آقایی که صورتش زخمیه کیه؟ آقای شفیعیه، مرد خوبیه. کارهای خانواده بچه های لشگرد که تو دستول هندی مشکن رو انجام میده. تفلکی پارسال خونش موشک خورد. بازار از اینجا دوره؟ نه، اون طرف رودخونه است. از رو بالکن پیداست. میخوای بریم یه نگاهی بنداز. کاش که میشد بریم خرید. برای شام این بچه ها یه چیزی درست میکردیم. نهار و شام خانواده ها رو از لشگرد میارن. پس ما اینجا چیکار میکنیم؟ انتظار. چطوری آقا خوشگله؟ نه ترسید، هواپیما خودیه. صدای توپخونه عراقه. به اینجا نمیرسی؟ نگران نباش. از فردا میخوام خودم غذا بپزم. چه خوب. فردا نهار چی دوست داری برات درست کنم؟ خسر مکانیکی نیستم که صبح برم زهر و شب برگردم. از دستفول تا چرمچه 300 کیلومتره. رفت و برگشتش 6-7 ساعت طول میکشه. اختیار رفت آمدم که دست خودم نیست. حالا اگه پادگار 2 کوه باشم بیشتر میتونیم هم دیگر ببینیم. حالا غذاتو بخور، فردا باید خودت غذا درست کنی. انگار نه انگار که وضعیت قرمز شده. چیکار میتونن بکنن؟ جانپناهی ندارن. شفیعی اینجا چیکار میکنه؟ یا فاطمه یا زهرا. سلام. 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 چی شد آقای شفیعی؟ بعد نماز صبح یه خمپاره خورد تو سنگر آقای حسینی. باید برین تهران. بعد شهادت آقای حسینی همیشه دلواپسیم این بود که یه روزی ممکنه سرنوشت منم مثل سرنوشت خانم حسینی بشه و این برام عذاب آور بود. چی
سلام. سلام، چطوری؟ انگاری تهران که بودیم بیشتر میدیدیم تا اینجا. شرمنده. او این مرد بزرگ خونه ما هم که همیشه خوابه. مرد خونه من فقط تویی. نظر چیه صبح نرمیم که رود خونه بخوریم؟ حالا خسته ای، استراحت کن واسه نهار میری. تو قبل از ظهر باید برگردم. این همه رو اومدی واسه دو سه ساعت؟ فرشته دیگه چیه؟ راستش اومدم که بفرستمتون ترمون، نمیخوام اینجا تنها بمونی. من اینجا تنها نیستم، علی پیشمه. اذیت نکن، تو شهر غربت بمونی چیکار؟ خانم حسینی هم که دیگه بر نمیگرده. برگرده یا بر نگرده، من اینجا دارم زندگیمو میکنم. تو توی آبی به سر صورتت بزنی، منم صبونه رو حاضر کردم. اگه نمیری زحمت نکش، باید برگردم منطقه. چی شد؟ تو که میخواستی ما رو ببری کنار رودخونه؟ کاش که برمیگشتی تهران. دوستان رو مثل خانم حسینی خبرم رو تو قربت بشنوی. ولی دوست داری بری بهشت ها؟ خداحافظ. تانک هایی را که مشاهده می کنید تانک های رژیم بعثی صهیونیستی عراق است که همکنون رزمندگان طلسم اسلام جیش پاشور خمینی المسیح. اسم خودت بگو. من رضا عطادی اعدامی از شیراز. هر کس صدای منو میشنوه با شماره 23-244 تماس بگیره و خبر اصالت منو به خانوادم برسونه. معرفی کن خودت. محمد اکبری هستم، اعدامی از کرج در منطقه فکه به اصالت نیروهای عراقی در حالم. هر کس صدای منو میشنوه با شماره 75-214 تماس بگیره، خبر اصالت منو به خانواده‌ام برسونه. منزل محمد برادی تو روشنگوارو، منو بچه رو ول کرده رفته دامبه خوشگذرونی. برادی شیراز کابینه‌ایه. کرج کیلومتر 14 جاده حیدرآباد کوچه یادآوران علی محمد قاسمی، تاریخ اصالتش 7 بهمن. نوشتی؟ ماما میشه بدم هم آنجا. رشت رحیم پارسا 3139، تاریخ اسارتش 7 بهمن. میشه بدم هم آنجا بدم. مامان یه لحظه گوشی رو نگه دارین، علی میخواد با اتون صحبت کنه. گوشی. سلام مامان جی، پچه نمیخونم. سرمو در نمیاری؟ دکتر ببین نتتم. آخه اینجا هواش یه جوریه، نفس هم داره میگیره. اینجا 20 متر زیر زمینه. وای اگه طوری میشد این چیکار میکرده؟ هیچی، میشدی پدر و همسر شهید. فرشته نمیدونی وقتی شنم علم زادن چه حالی شدم. برگرد تهران. با دو تو بچه کجا برگردم؟ چی؟ چی؟ از این ور شوخی میکنی؟ عیالوار شدی عزیزم، از فردا باید دنبال خونه دو خوابه بگردی. راست میگی؟ Thank you.
باورت میشه دو سه شب پیش خواب دیدم خدا به همون یه دختر داده. اینجا کجاست؟ حوصله کن میخوام غافلگیرت کنم. منو چه؟ چه شود این دختر نازپرورده؟ نیومده چه خواهش ها که نداره این خانم خانم ها. منو چه؟ علی جون که عشق منه. آره بردارم. پیادشو خانومی. واسه چی؟ نیم ساعت دیگه قطار میرسه، بعد برگردیم تهران. پیادشو. غافلگیر شدم. حالا برام گردون دستفول. برگردی دستفول که چی؟ سر خونه زندگیم دیگه. من دست انداختی یه راستی راستی موجی شدی. کجا داری میری؟ میرم دستفول سر خونه و زندگی. خونه زندگیمون که موشک خورده نابود شده. چی؟ موشک؟ از این زخمه مالی چیه؟ من رفته بودم مخابره به مامانینا زنگ بزنم. به مامانینا بعد زنگ بزنم. اینجا که اسکان نظامیه، شما را بیافتیم بریم من بهشون زنگ میزنم. ببین منوچه، این پنبه رو از تو گوشت بیار بیرون. ما بدون تو هیچ جا نمیریم. حالا منو ببر یه جایی، میخوام به مامانم اینه تلفن بزنم. لااقل این چند روزه بیا برو تهرون، من با خیال راحت برگردم منطقه. بعد از عملیات یه جایی میگیرم میام دنبالت. نگران ما نباش، تو برگردی ما یه جای امن داری. سوار شو. خیلی بهتون سخت میذاره. نه به اندازه دوری تو. کاش که میرفتی تهران. اینجا از تهران امن‌تره. مواظب خودت باش. فرشته. خداحافظ. به والله قسم تا برنگشتی از اینجا تکون نمیخوری. تا پایان عملیات کربلای 5 تو شوش دانیال موندیم. با برگشت منوچهر یه خونه تو اندیمشک اجاره کردیم و با خرید یه سری وسایل تا پذیرش قطعنامه 598 و آتش بس تو اندیمشک زندگی کردیم. تجاوز و اشغال کشور این صدام چه ارتش قدری ساخته؟ 8 سال که با ما جنگید، یه شبم کویتو گرفت. جریان چیه؟ وقتی تو عملیات بر فجرش مفاوا گرفتیم، ارتباط عراق با خلیج فارس قطع شد. کویتی اومدن جزیره بوبیان رو در اختیار عراق گذاشتن. امروز شده بزرگترین پایگاه عملیاتی برای خودشون. خود کرده را تدبیر نیست. اگه جلوشو نگیرن به عربستان هم حمله میکنن. بابا منوچهر جان شام حاضره، بفرمایید. میگم خاله فریبا، چرا هر وقت بابا منوچهر میاد اینجا آقا فرشید میره؟
غذا تو بخور بابا جون، سرد میشه غذا. حتی علی هم فهمیده بود شوهر فریب از من و شهر خوشش نمیاد. بوی خوش اتکلون و این تلفن های لحظه به لحظه ده و دوازده و دو و چهار شما شدم اسباب خنده بچه های پادگون. از حسودیشون عزیزم. چرا نمیری پیش دکتر درست حسابی؟ آیا پیدا میشه؟ شوخی نگیر منوچهر. چشم. عصرم یک کمی زودتر بیا، بچه ها رو ببریم بیرون. اون هم چشم. امر دیگه. در پناه خدا. برو ببینم، برو ببینم، برو 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 نگفتی همون تو دیدی؟ چطور؟ مادرت امروز زنگ زد که عموت گفته تو رو دیده هفته پیش که مسافر کشی میکردی. ایرادی داره؟ خوابیدی؟ از من ناراحتی؟ واسه چی؟ چون گفتم مامانت زنگ زده به عموت، گفته تو رو دیده داشتی مسافر کشی میکردی. دزدی که نکردم. این روزا همه مسافر کشای شخصی حقوق بگیر دولت، نظامی و غیر نظامی هم نداره. پس چته؟ بعد شدیم فرشته. بعد آدمایی که تا دیروز اسم کوچیک هم دیگه رو صدا می‌زدیم، امروز داریم از هم دیگه دور میشیم. استعفا می‌خوام بدم. برگردم سر همون مکانیکی. با این تیر و ترکشای تو تنت. دستام که سالمه. تو هم کنارم، ترکشارم خیالی نی. یکی زنگ میزنی به مامانم؟ اینا بیا بشی بچه ها تاق باز بخواب. خودتو شل کن. نمیتونم. از کی درد داری؟ دو سه ساعتی میشه. کجای شکمه درد میکنه؟ همه جاش. من یه سری آزمایش مینویسم باید انجام بدیم،
باز یه سری آزمایش رو بعدم دو سه روز بستریش میکنین، آخرش هم میگین چیزی نیست عصبیه. چه آزمایشایی رو انجام دادین؟ آندوسکوپی، کولونوسکوپی، عکس رنگی، سونوگرافی. مدارک همراهتون هست؟ نه، ولی اگه لازمه برم بیارم. اسکن شکمم انجام دادین؟ نمیدونم الان تشخیصتون چیه. من تا جواب آزمایشا رو نبینم نمیتونم چیزی بگم. میشه یه چیزی بزنین؟ فقط آروم میشم. خانم رضایی، بعد تعامل کنین تا تمام آزمایشاتون انجام بشه. بیاین سی بی سی و گرافی شکم سری انجام بده. چشم. هنوز واسه شما دست دست گل میخره؟ وای منوچه، من گفتم روز دوست دارم، رفتی همه‌شو خریدی؟ سه برابر قیمتی که دادی ازت میخرم. تا پشیمون نشدم تصمیم تو بگی. چی داری میگی تو؟ ببخشید آقا، شوهرم منظوری نداشت. از طرف من و همسرم تقدیم شما. شاد باشید. شیفتش تمام شد رفت، شماره شو داد، گفت حتما باش تماس بگیر. اینا رو به کی نشون بدم؟ شوهرتون منتقل کردم بخش جراحی مردان، ببر اونجا. کجا؟ بخش جراحی مردان طبقه سوم. دیدمت، شوهرتو میخوان عمل کنن ولی نباید بذاری که اینجا عملش کنن. عمل چرا؟ عمل که باید بشه ولی اینجا نه. اگه بتونی ظرف یک دو هفته آینده ببریش انگلیس که خیلی عالیه، در غیر این صورت ببریش پیش دکتر میریان. باشه؟ پاسپورت نداره بابا. الان که وقت گریه نیست، خودتو به شوهرت برسون تا به اتاق عمل نبردنش. فقط بعدش زنگ بزن که من آدرس دکتر میریان رو بهت بدم. آسانسور معطل میشه، بیا از پله‌ها برو. متاسفانه ایشون مبتلا به سرطان روده پیشرفته‌ان. احتمالاً کبد و معده‌اش هم درگیر شده. هر چه سریع‌تر باید عمل بشه. لیست نوبت جراحی‌های من تو بیمارستان دولتی حداقل تا 3 ماه دیگه پره. اگه به لحاظ مالی مشکل نداشته باشین، امکانش هست تو یکی دو روز آینده بتونم تو یکی از بیمارستان‌های خصوصی عملش کنم. فرشته جانم، میخوام یه چیزی بهت بگم. بگو عزیزم، میشنوم. دوست دارم باهات حرف میزنم، تو چشمات نگاه کنم. دلم میخواد بمونی، ولی از اون طرف میگم این دختره رو پاسوز خودت نکن. پس بره دنبال زندگیش. تو هم حق داری خوب و خوش زندگی کنی. من کنار تو لحظه های خیلی خوشی داشتم، از جبهه برگشتنات، بودنت، نفسات، همه شادی های زندگی منه. همین که میبینمت خوشم. صبح بخیر، پیرهنتون رو در بیاری؟ بابت همه چی ممنون.
خودت باش. برگرد از هم مراقبت کن. بر پناه خود. به خدا سپردم. نگران نباش، به خیر میزنم. فرشته آه منوچه. فرشته جا منوچه کجاست؟ عملش کردن، حالش خوب. پس چرا اینجا نیست؟ تحت مراقبت های ویژه است. باید برم پیشش. نه تو یه چیزی نخوری نمیذارم از جات تکون بخوری. سلام، چطوری؟ کنجایی؟ ما قسمت هایی از روده، معده و کبد رو که درگیر بیماری شده بود برداشتیم. متاسفانه در مورد درمان ایشون خیلی دیر اقدام کردیم. اگه خوشبینانه نسبت به درمان ایشون نگاه کنیم، شاید با شیمی درمانی و پرتو درمانی بتونیم بیماریشو کنترل کنیم. شیمی درمانی؟ من آدرس دکتر انوری رو براتون می‌نویسم که از بهترین هاست. نظر نهایی رو ایشون میده. نیازی هم نیست خودشو ببریم، مدارکشو ببرین کافیه. 20 جلسه شیمی درمانی، هفته 2 جلسه. و در ادامه متناسب با وضعیت بیمار پرتو درمانی رو ما ادامه میدیم. باید بدونی تو این مرحله شرایط سختی رو بیمار تحمل می‌کنه. حتی ممکنه که وسط درمان ببره. اون وقتی که شما باید انگیزه ادامه درمان رو در اون ایجاد کنیم. منو چه جان، اینو بخور، اینو بخور. راست هستانه مرده تو خدا، اینو بخور. توش بگیر به خاطر داروه. میدونم، اینو بخور خونک میشی. سلطانم نمیفهمی. تو خدا حالا چمله هی منو چه. تو خدا منو چه. منوچهر کجا میری؟ سرما میخوری؟ سلام آتیش میگیرم. خدا تحمل کن، به خاطر بچه ها تحمل کن. من چه کنم خدا؟ پاشو بیا بیرون، پاشو بیا بیرون. بعد اون شب به خواست منوچهر تا پایان شیمی درمانیش بچه ها رو فرستادیم پیش پدر مادرم. امروز خدا رو شکر خیلی بهتر بودی. یا آره شکر خدا، خوبه دیگه بچه ها رو برگردونیم. کاش که میشد بریم یه جایی که آب و هواش بهتر. خودتی چی میخوای بگی؟ با پیگیری آقای شفی قراره یه واحد تو خونه‌های سازمانی حکیمیه بهمون بدن. خونه رو فروختی؟ همین که کنارمونی و به کسی هم بدهکار نیستیم، جای شکرش باقیه. که باید تخلیه کنیم؟ آخر هفته.
برای اولین بار خورد شدن منوچهر رو دیدم. بنیاد که زیر بار هزینه های درمانی منوچهر نرفت. از طرفی هم مطمئن بودم اگه از خانوادم کمک می گرفتم منوچهر غرورش شکسته می شد. چاره ای نداشتم جز فروش خونه. خب حالا شما یک جد که دیمی می شکنم. یه روزی هواپیمای میاد بشینم. راستی منوچهر علی باهات صحبت نکرد؟ نه. چطور؟ دیوونه زده به سرش، نمیخواد برای کنکور ثبت نام کنه. نگفت چرا؟ سلام، صبح بخیر. سلام، شوهر تنبل من امروز سحرخیز شده. حواس کلافو چی کرده بود؟ زبونم اشتباه کردم خیلی. دست گلت درد نکنه. تا بچه ها بیدار شن من میزو بچینم، تو هم یه دوشی بگیر. بابا جون کله پاچتو بخور. خود رژیم بگیره لاغر شه. تو که چاق‌تر از منی. اصلا بابا بیا خودمون نصف نصف. منوچهر جان. خوش به حال خودت شد نشه جان. مامان شما نصفشو بخوری. مرسی مادر، من دیگه نمیتونم. چرا انقدر این سرویس بچه بی نظمه؟ یه روز زود میاد، یه روز دیر میاد. مادر جان مطمئن شو کلیداتو برداشتی مادر. بابا امروز چکاپ داره، ما دیر میایم، باز ممکنه پشت در بمونیم. مامان یه بار کلیدامو جا گذاشتم، حالا شما 100 بار بگو. اینو بگی تو سرویس بخور. کاپیشانتو بپوش سرما نخوری، تو مدرسه هم یه چیزی بخر بخور. نمیدونم این بچه به کی رفته انقدر عصبیه. مثل اینکه خدا زیر موشک بارون به دنیا اومده. درد داری؟ یک کمی؟ با هر ضربان ترکش پشتت این سوزنیه که فرو بره تو قلبت. بدون مورفین تقریبا تحمل درد غیر ممکنه. مشکلی پیش اومده خواهیم دکتر؟ وضعیت ریه‌هاشون اصلا خوب نیست. آنزیمای کبدیتون هم خیلی بالاست. یه تومور نسبتاً بزرگم رو اثنا اشارتونه.
یعنی بعد دوباره عمل کنی؟ متاسفانه به علت قرار گرفتن تومور رو شریان اصلی امکان جراحی نیست. ما که مرتب چکاپ میکردیم، چطور ممکنه؟ چقدر دیگه زنده؟ حد اکثر 3-4 ماه، البته با درد خیلی زیاد، ولی شاید با شیمی درمانی بشه بیشتر زنده بمونیم. شیمی درمانی نمی کنم. خواهش می کنم منو چر، به خاطر ما. بعد از این همه سال هنوز کابوس شیمی درمانی و پرتو درمانی آزارم میده. اون گل گرفته گیا بوی گوشت سوخته توی حلقم، ولی هرچی تو بگی. هر وقت میای اینجا به تماشای ستاره ها حسودیم میشه. بهتر شدی؟ واسه هر دردی درمونی هست الا دلتنگی. هنو اینجا یه دلتنگتم، مگه اون بر چه خبری که برای رفتن اینقدر عجله داری؟ این درد داره اذیتم میکنه. می‌ترسم کم بیارم. حاجی فیروزه، سالی یه روزه، ارباب خودم سامبری بالکا. سه-چهار سالی بود منوچهر اجازه نمیداد واسش لباس بخرم. با بچه ها قرار گذاشتیم که همه خریدای عید اون سال ما بر منوچهر باشه. دو سه سالی لباس نخریده بودی. فرشته ای دیگه. البته برای شما. حسو ترگز نیوسو. بده بابا من میارم. امیدوارم در آسانه حضور سال نو که پرنده بیقرار دل در قفص چرا تردید داری؟ آرام و قرار نمیگیرد تا این هرکس و منو چه؟ علی زنگ بزن اونجاست! بنگرنگ خاصیت انسان هرکت هست به خوبیه. علی! الو اورژانس؟ سلام. آقا پدر من حالشون بد شده، لطف کنید سرکاری آمبولانس بفرستیم با آدرس خودم. بله سابقه هم دارم. یادداشت کنید حکیمیه؟ لطفاً این نسخه رو تهیه کنین. اگه قراره کسی رو خبر کنین بهتره تا دیر نشده این کارو بکنین.
منوچهر بود ته غم رو ندیده بودم مامان، اما حالا شادی رو نمیفهمم. مامان جان. مامانی سال نوتون مبارک. سال نوتون مبارک. فکر کنم باباست. بابا استراحت میکنه.